تلویزیون پیام موافقان عمل کنید. سه. بله بفرمایید. سلام علیکم آقای سیف. سیف سلام علیکم. احترامات من به شما سیف. خوب هستید؟ بخیر. چطور هستید؟ زنده باشین. مول مهمانتون سلام تقدیم میکنم. زنده باشین. من یک سه سوال دارم. بفرمایید سیف. اول من است که از زمان تاسیس افغانستان چقدر وقت پی بذارم؟ بله. خب. دومی که از پیش از امی انقلاب کمونیست ها چقدر در افغانستان خدمت شده و چقدر خیانت و در زمان کمونیست ها چقدر خیانت شده و چقدر خدمت و در زمان مجاهدین که شما همیشه مجاهدین حضرت ربانی را شما می خیانت کرده و این خیانت تنها ربانی کرده یا دیگه مردم ها فقط اینمی تفاوت خیانت های ربانی را و دیگه مردم هایی که در افغانستان حکومت کرده چقدر است؟ یعنی کلی خیانت ربانی کرده یا دوستم یا دیگه مردم ها چقدر خیانت کردن یا خدمت کردن یا خیانت؟ بله تشکر سیب تشکر. بله نمکر کچه. بله بله. برادر محترم سوال شما بسیار جامع است. حالا تو یک ترازوی است که او را در افغانستان قپان میگفتن. حالا با قپان بیاریم که طول ترازو کنیم که پیش از کمونیستا کی خیانت کرده بود و چقدر خیانت کرده بود، همین معیار خیانت چی است. تا حالا همه تو یک معیار معین در اونجا تعیین نشده کنم. اما مسائلی که سر کمونیستا گپ زده میشه، خودت هم جز از امون ملت هستی، مچم چند ساله بودی که در افغانستان بودی، مسائل به چشم دیدی، ویرانی رام دیدی، خرابی رام دیدی، بربادی رام دیدی، همه چیز دیدی. و همینطور پیشتر که آقای ناصری فرمودن مسئولیت یک مسلمان بیشتر است از این که یک آدم دیگیره که ما متهم میسازیم که تو ملحد هستی یا کافر هستی. اما یک مسلمانی که عقیده به خدا و به قرآن و به اینا داشته باشه و او در زیر چتر جهاد مقدس افغانستان قرار داشته بوده باشه و او میایه چنین ظلمو میکنه که چی ربانی صاحب باشه، چی دوستم باشه، چی هر کسی دیگه که باشه، همین جنایتی که کردن جنایت است. اینطور نمیگیم که فلانی کرد و این نکرد. بازم مسئولتان راجع میسازم به وایس جان که اونا چی میگن. صاحب وایس جان عباسی صاحب، من سوال برادر ما را بسیار به مشکل تانستم بگیرم. صدایشم بسیار پخش بود، نمیشم مشکل تخلیم. بله شاید همین مسئله صدا هست، بله متاسفانه که ما همین مشکل داریم. وزیان اونا می فرمودن که پیش اول خراسی سوال اول شد نیادم رفت که افغانستان دولتش از چی وقت تأسیس شده. بله که او سنه را برشان بگوین. و دوم میگه که پیش از کمونیستا در زمان ظاهرخان اینا چقدر خیانت شده که اینا لهم اندازه کردن خیانت و سنجش معیارای خیانت اینا میشه. و در زمان کمونیستا چقدر خیانت شده و در زمان مجاهدین هم کل خیانت هم میگه. شما متوجه آقای برهان‌الدین خان ربانی و دوست میکنین یا دیگرها هم خیانت کردن یا تنها همین دو نفر خیانت کرده که شما هم تیر یک چیز گفتین که تنها برهان‌الدین خان خیانت کرده و تنها دوستم کرده دیگرها نکردن. در ارتباط به تاریخ افغانستان به برادر ما و به هم وطنان عزیز و خوارا برادرای گرامی عرض میکنم و خواهش دارم و التماس دارم که چون ما در خارج از کشور حدودا 30 سال هر کسی به یک شکل از انها و نوع از انها از مسائل تعلیم و تربیه و مسائل تحصیل و ایگپا اکثر ملت ما پس موندن. متاسفانه شرایط قسم آمد که از مطالعه و ایگپا هم گیدی زیادی از مردم ما متاسفانه پس موندن. اگر اینا به تاریخ های معتبری که در افغانستان هست، افغانستان در پنج قرن اخیر، افغانستان در مسیر تاریخ و غیره کتاب ها رو مطالعه کنن، تاریخ افغانستان دوباره به دقت و بدون تعصب مطالعه کنن، خوب است. افغانستان کشور است با یک قدامت عظیم تاریخی، حداقل 5000 سال از تاریخ گذشته افغانستان مکتوب است و تحریر شده و افغانستان به نام های مختلف در طول تاریخ یاد شده، از آریانا کبیر آریانا تا خراسان اسلامی و بعدا در 1974 و بعد توسط احمد شاه بابای درانی او به نام افغانستان مسمی میشه و این کلش ریشه های تاریخی داره و عامل بسیار عظیم تاریخی داره. بله اما قبس هست بس مطاره میشه سرش بس کنه. بله. افغانستان ما مسئله خیانت و خدمت هست یک چیز بسیار نسبی است. ما باید در وقتی سوال میکنیم که در افغانستان چه خیانت شده باید بدانیم که تعریف ما از خیانت چی است و تعریف ما از خدمت چی است. به هر صورت ما میتونیم از دولت ها و رژیم های پیش از کودتای 7 ثور که اینا انقلاب ثور گفتن
مقایسه کنیم که اونا با نیروهای خارجی به حاکمیت نرسیدن، پیشا پیش نیروهای خارجی حکرن، بعد از شاه شجاع دیگه کسی در افغانستان به این شکل به قدرت نمیرسه و استقلال افغانستان گرفته میشه در 1919 و رژیم ها به شکل مستقلانه با یک مشروعیت معدود بر سر قدرت می آیند. البته درجه ای که به ملت خود و مردم خود و رفاهیتشان و بر صحت و تعلیم و تربیه و امنیت و بر پیشبرد و خصوصا رشد فرهنگی و فکری مردم و اقتصاد مردم افغانستان چه کار کردن، این یک چیز بسیار بحث طولانی است. من فکر میکنم که اکثر دولت ها در این قسمت ناقص بوده، ولی این که اونا را با رژیمی که در پیشا پیش تانک های روس ها و به خدمت یک اشغال مانند شاه شجاع اینا میاین و رژیم افغانستان ساقط میسازن مقایسه کردن به نظر من یک جفاست. و همچنان این که ما استاد ربانی تنها میول انتخابات قرار داده باشیم، قطعا ای استاد و گروهی که از اونا به قدرت رسیدن که خودم هم یک مدت طولانی حضور جمعیت اسلامی بودم، من میتونم بگویم که تنها استاد ربانی و شهید احمد شاه مسعود در این معادلات و در این زدوبندهای سیاسی شامل نبود، بلکه جناح‌های مختلف از مجاهدین، حزب اسلامی، آقای حکمتیار گرفته تا حزب وحدت و تا امی از رسب ای سفید مجددی سر در این مسائل سیاست بازی ها و ائتلافات سیاسی شامل میشن و متاسفانه اوضاع افغانستان چنان که دیدیم و شنیدیم و لمس کردیم به اینجا رساندن که امروز نیروهای خارجی دوباره در تشکر. با اجازه شما وایس جان یک سوال من خودم دارم، با اجازه البته بیننده های محترم، ما هم یک بیننده هستم. تا جایی کمی مطالعات معدود ما به من اجازه میده و از یادداشت‌های دورهای مختلف 30 سال خواندیم، همیشه همی زدوبندهایی که صورت گرفته و پیوندهایی که در بین گروه‌های مختلف مجاهدین صورت گرفته که با طرف دوستم و با کمونیست ها و با اینها البته تفاهماتی بوده و مجالسی بوده که هر کدام نام داره که اینی مسئله جبل سراج است و اینی حیرتان است و اینی گپ های سخنا، همی کل تلاش ها بر ازبی بوده که با شما دست یکی میکنیم که همی گل بودین حکمتیار داخل افغانستان نشه و کل همی استحکامات در برابر نفوذ گل بودین به طرف کابل بوده. آیا شما به کسی که تجربه همینطور یک جریان دارین، یک جمعیت دارین، آیا شما فکر نمی کنین که اگر همی مجاهدین ایوازه که ائتلاف بکنن امرای کمونیستا و ملیشه های کمونیستی، اگر اینا به اصطلاح خود کمونیستا که بعض وقتها اصطلاحاتشان رو به کار ببریم که کتی یک برادر هم رزم و هم سنگر خود آشتی می کردن و ائتلاف می کردن، این آیا به خیر افغانستان به نظر شما نبود؟ آیا همی جلوی همه قدر خونریزی و ویرانی رو نمی گرفت؟ نظر شما چیست وایس جان؟ مختصر اگه بگوین سن. طبیعی است که اسلام دین است، وحدت دین یکرنگی دین است که تا دوستا در جاهای شنیدم که اسلام مرز نداره و هیچ یک بحث سیاسی بود که در تلویزیون ها شنیدم. اسلام یک دین است که واقعا ما به خدای واحد و به قرآن واحد و به پیغمبر واحد ایمان داریم و به روز آخرت و هر عملی که میکنیم به خاطر خدا باید باشه، درش ریا نباشه و مسائل مرزهای سیاسی که امروز ایجاد شده هم این مسائل ملی و محدودی که ما فکر میکنیم باید متناقض با اعتقادات دینی ما نمیتونه باشه. ما هر مسلمان باید برادر خود بداریم، مخصوصا برادر مسلمانی که در افغانستان است و با اهداف ملی و حاکمیت ملی و تمامیت ارضی و جهاد و استقلال افغانستان پهلوی ما هم رزم و هم جهاد ما بوده. ای کاش ملت ما، مجاهدین ما، رهبران ما، همی مخصوصا کسانی که زحمت جهاد داشتن، اینا خبرت سیاسی میداشتن، آگاهی میداشتن، نفس خود را زیر پا میگذاشتن، خودخواهی های خود را و از ابتدای تلی اولین روزهای نخستین جهاد اینا واقعا افسران سربازان سرسپرده اسلام می بودن، نه برای قدرت و نه برای امارت و نه برای ریاست و نه برای حزب ها و بس احزاب خود کار می کردن، بلکه برای ملت و جهاد یک آرمان پاک می داشتن. این تعدد احزاب، این خودخواهی ها، این گروگرایی ها کمر اسلام و جهاد در افغانستان متاسفانه به عرض معذرت بگویم که شکستند. آرمانی را که ما دولت اسلامی و حکومت عدل اسلامی در افغانستان داشتیم حداقل به ده ها سال دیگه به عقب هم